سرخط خبرها و مهمترین ها. رئیس سابق شورای علمای افغانستان توسط طالبان بازداشت شد. کابلوف: مسکو آماده شرکت در پروژه های بازسازی افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد: به زودی کنترل کامل فرودگاه کابل را به دست می گیریم. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به قندهار آمده است. و همچنان در پایان، حجار عطا محمد نور به احمد مسعود و امرالله صالح. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی که از ویدیوی کانال جنرال انفو خوش آمدید. منبع مطلع: طالبان رئیس سابق شورای علمای افغانستان را دستگیر کرده است. یک منبع آگاه در اداره پلیس کابل به اسپوتنیک گفت که مولوی سردار زدران رئیس سابق شورای علمای افغانستان توسط طالبان بازداشت شده است. طالبان دستگیری زدران را تایید کرده اما دلیل آن را تاکنون اعلام نکرده است. پیش از این شورای علمای افغانستان در ماه جولای از طالبان خواسته بود تا تشبث اعلام کنند و جنگ را غیر قانونی خوانده بود. کابلوف: مسکو آماده شرکت در پروژه های بازسازی افغانستان است. نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در پروژه های اقتصادی بازسازی افغانستان مشارکت خواهد کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور گفت طرف روس در پروژه های اقتصادی در راستای بازسازی افغانستان شرکت خواهد کرد و اکنون آماده آغاز کار می باشد. کابلوف در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت ما همواره آمادگی خود در خصوص مشارکت در تلاش های بین المللی برای بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پس از جنگ را اعلام کرده ایم. اکنون زمان آن فرا رسیده است. کابلوف اظهار داشت که او معتقد است که روی کار آمدن گروه طالبان یک واقعیت است و روسیه مجبور به برقراری روابط با دولت جدید افغانستان خواهد شد. امریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور بی‌ثمر در افغانستان از ماه می شروع به خارج سازی نیروهای نظامی خود از این کشور کرده و گروه طالبان نیز در هفته های اخیر مناطق مختلف افغانستان را یکی پس از دیگر تصرف کرد. گروه طالبان در 15 ماه اگست تصرف افغانستان را اعلام کرد. مجاهد: به زودی کنترل کامل فرودگاه کابل را به دست می گیریم. سخنگوی طالبان می گوید این گروه منتظر انتقال کنترل فرودگاه کابل از سوی امریکایی ها می باشند. با گزارش اسپوتنیک، ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و سرپرست اطلاعات و فرهنگ طالبان اظهار داشت که به زودی کنترل فرودگاه کابل در اختیار طالبان قرار می گیرد. در تاریخ 28 اگست، دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان گفت که طالبان ترکیه و قطر را به عنوان کشورهایی در نظر می گیرند که می توانند از لحاظ فنی یک فرودگاه در کابل را اداره کنند. مجاهد با اشاره به این گزارش از همکاری قطر با ترکیه برای مدیریت فرودگاه کابل اظهار داشت که هر گونه تصمیم گیری در این باره زود هنگام است. این اظهارات در حال است که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که به تدریج نیروهای این کشور از فرودگاه کابل خارج می شوند. در همین حال گفته می شود که ترکیه از طریق یک شرکت خصوصی که کارمندان آن متشکل از سربازان و پلیس پیشین این کشور هستند، امنیت فرودگاه کابل را تامین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، پیشنویس توافق با طالبان درباره فرودگاه کابل پس از پایان روند خروج آمریکا از هفته آینده نهایی می شود، اما پیش از آن باید از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تایید شود. گفتنی است پس از تخلیه سه بخش مهم نظامی فرودگاه کابل توسط نظامیان آمریکایی، این بخش ها به کنترل طالبان درآمد. در حال حاضر نظامیان آمریکایی در بخش کوچک از فرودگاه کابل مستقر شدند. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به قندهار آمده است.
گزارش های تایید ناشده حاکی است که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به ولایت قندهار آمده است. خبرگزاری افاق. طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داد که آخوندزاده پس از دیدار با مقام های طالبان در قندهار این ولایت را ترک کرده است. آریانا نیوز نیز گزارش داده است که هیبت الله آخوندزاده از 4 روز به این سو در ولایت قندهار به سر می برد و با سران طالبان در مورد وضعیت افغانستان و ایجاد نظام آینده گفتگو دارد. این گزارش ها را هیچ منبع مستقل هنوز تایید نکرده است. سخنگویان رسمی طالبان تا کنون در خصوص ورود ملا هیبت الله به داخل خاک افغانستان تا کنون اظهار نظر نکردند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری در کابل گفته بود که به زودی رهبران آنها به کابل خواهند آمد. در مورد محل زندگی رهبر طالبان اطلاعات دقیق وجود نداشت و تصور می شد که او در پاکستان زندگی می کند. آخوندزاده رهبر معنوی طالبان است که آنها او را امیرالمومنین خطاب می کنند. او پس از ملا اختر منصور و ملا محمد عمر 3 فرد است که در سمت رهبری طالبان قرار می گیرد. جنرال عطا محمد نور احمد مسعود جوان است و تجربه جنگی ندارد. طالبان پیشنهاد مکرون را رد کرد. سخنگوی طالبان ابتکار مکرون رئیس جمهور فرانسه را برای ایجاد منطقه امنیتی در کابل رد نمود. رادیو فرانس انتر خبر داده است که محمد سهیل شاهی نماینده دفتر سیاسی قطر جنبش رادیکال طالبان پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای ایجاد منطقه امنیتی در کابل را برای ادامه عملیات بشردوستانه رد کرده است. وی گفت این امر ضروری نیست. افغانستان یک کشور مستقل است. آیا می توان چنین منطقه را در فرانسه یا بریتانیای کبیر ایجاد کرد؟ وی افزود که پس از 31 اگست هر افغان می تواند در صورت تمایل به خارج سفر کند. شاهین تاکید کرد اما مانند هر کشور دیگری او به مدارک نیاز دارد، پاسپورت خارجی و ویزا. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود که فرانسه و بریتانیای کبیر روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه در مورد ایجاد منطقه امنیتی تحت کنترل سازمان ملل متحد در کابل برای ادامه عملیات تخلیه ارائه خواهند کرد که سخنگوی طالبان ابتکار مکرون را برای ایجاد منطقه امنیتی در کابل را رد کرد.